با یاد کربلا قلبم پر از خمه، من کشته تو ام ای ابن فاطمه، شعله بر از داغ غمت میخونم زیر پرچمت، یک سفر مهمون کن مرا کربلا، از سوز عشق کربلا، از دوری ایبون ترا، آخر میمیرم آقا جون تو روزه ها، میخوام آواره بشم الهی به امید تو، بذار بیچاره بشم الهی به امید تو، بذار بیچاره بشم الهی به امید تو، میخوام آواره بشم الهی به امید تو، بذار بیچاره بشم الهی به امید تو، بذار بیچاره بشم الهی به امید تو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعن مولانا وسيدنا صامن الحجاج علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء وأورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فلمثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اصل عزاداری برای سید و سالار شهیدان یکی از مطالبی است که در دین ما از جایگاه ویژه‌ای برخورداره، یعنی همچنان که نماز و روزه یکی از امور ضروری و بدیهی مکتب ماست و برای تمام مسلمانان این مطلب روشن و حل شده است، همچنین مسئله عزاداری برای حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام برای تمام شیعیان بلکه برای تمام مسلمانان وجود این مطلب که عزاداری برای سید الشهدا مخصوصا در روز تاسوعا و عاشورا یک مسئله حل شده است و در طول تاریخ این برنامه استمرار داشته. یعنی اگر به کسی بگویند برای امام حسین عزاداری نیست تعجب میکنه، مثل این که به کسی بگویند به این که در دین اسلام نماز نیست، حجاب نیست. هویت دینی ما چگونه در نماز و روزه و سایر
این امور معروفه و مشهوره است، همچنین نسبت به عزاداری سید الشهدا نیز این مسئله ساری و جاری است. بنابراین نیازی نیست در اثبات این که چرا عزاداری باشد، امری که روشن و واضحه و یک دین پایبند به اوست از ابتدا دیگه جای سؤالی نیست. و اما این که چرا ما عزاداری میکنیم، جهتش آن است که این مطلب از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده. قرآن میفرماید ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خود پیامبر اکرم مصیبت ابی عبدالله الحسین را متذکر میشدند، اشک میریختند و در این رابطه روایت بسیار است، هم از پیامبر اکرم، هم از آقا امیر المؤمنین و هم از فاطمه اطهر و ائمه اطهار علیهم صلوات الله. پس اصل عزاداری یک مطلب بسیار روشن و واضح و احتیاج به دلیلی نیست، در عین حالی که ادله بسیاری بر این مطلب هست. و عظمت این موضوع وقتی پرفروغ‌تر می شود و خود را بیشتر نشان می دهد که ما می بینیم دشمنان نسبت به عزاداری سید الشهدا احساس خطر می کنند و با تبلیغات شوم خود میخوان در این برنامه ای که ثابت هست در دین ما خدشه وارد کنند. وقتی محرم نزدیک میشود دشمنان با امواج صوتی و تصویری خود در مقابله با این برنامه می ایستند، چرا که میدانند هر چه هست در پا بر جایی تشیع از امور مهمش عزاداری آقا سید الشهداست. ما میبینیم چقدر دشمن زحمت میکشه جوانان را با حیله های مختلف از دین و مقدسات دین دور میکند، ولی وقتی محرم میرسد، وقتی مجلس عزای سید الشهدا صلوات الله علیه برپا می شود، می بینیم همین جوان ها می آیند و محل عزاداری سید الشهدا کانون تقرب به خدا و محلی که در آن توبه و برگشت است به مکتب و به آغوش گرم اهل بیت علیهم صلوات الله، چرا این گونه نباشد که در تعبیر از آقا سامن الحجج علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه است که گریه برای امام حسین یحط الذنوب العظام، گناهان بزرگ را حط میکنه، گناهان را از بین میبرد، گناهان که از بین رفت انسان روحش جلا پیدا میکنه، یک سبکی در روحش ایجاد میشه، حالت تقرب در وجودش حاصل میشود، لذا میبینیم یک حالت توبه و انابه ای به او دست میدهد. دلم جره خورده دوباره سر زلفت آقا، دلم جره خورده سر زلفت آقا، عالمی رو کشتی با یه گوشه چشمت آقا، عالمی رو کشتی گوش
گوشه چشمت آقا، دلم گره خورده دوباره سر زلفت آقا، دلم گره خورده های جونم دوباره سر زلفت آقا. عالمی رو کشتی آی گوشه چشمت آقا، عالمی رو کشتی آی گوشه خاکم به سره اگه دلگیر شی از من، خاکم به سره اگه دلگیر شی از من، خاکم به سره اگه که جدا شی از من، خاکم به سره اگه که جدا شی از من. آقا منو حلالم کن، آش آش منو حلالم کن. عزاداری سید الشهدا کیمیایی است که این کیمیا را خداوند تبارک و تعالی برای ما ارزانی داشته است. صاحبان عزا بهترین عزیزان خدا هستند، همچون رسول خدا، امیر المؤمنین فاطمه زهرا و انبیاء گذشته که ما روایات متعددهی در این رابطه داریم. جبرئیل امین می شود مرسی خان امام حسین و حاضر در جلسه این مرثیه حضرت آدم ابوالبشر است و این مطلب در انبیاء گذشته هم در روایات منعکس شده. و اما ائمه اطهار علیهم صلوات الله خودشون صاحب مجلس می شدند، خودشون مرثیه می خواندند، که این فرازی را که در ابتدا در خدمتش بودیم از آقا امام رضا علیه السلام، حضرت می‌فرمایند ان یوم الحسین اقرح جفوننا، روز امام حسین، روز شهادت سید الشهدا، مصائبی که بر حضرت وارد شده است آنقدر بر ما سنگین است که پلک چشم ما را زخمی کرده. اقرح جفوننا و اسبل دموعنا، اشکهای ما را ریزان کرده. روز سید الشهدا روزی بوده است که عزیزان ما را که عزیزان خداست خار کردند و اینها را در عرض کرب و بلا به شهادت رساندند و اورثتنا الکرب والبلاء الى یوم الانقضاء. آری، اگر کسی طالب حق باشد میداند ارزش عزاداری سید الشهدا را و اساس تشکیل این مجالس را، چرا که روشن میکند قضایای سید الشهدا اون انحرافی را که در امت اسلامی پیش آمده است. وقتی که آن همه روایات که در منابع تمام مذاهبی که خود را مسلمان می دانند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که الحسن و والحسین و سیدا شباب اهل الجنه، که حسن و حسین دو سروران اهل بهشتند، چرا چنین حسینی، چرا چنین جگرگوشه پیغمبری، چرا چنین کسی که سرور بهشتیان است باید این گونه مظلومانه به دست امت پیغمبر به شهادت برسد؟
اینجاست که این مجالس حقیقت را، واقعیت را نشان می‌دهد. اون انحرافی که در اسلام به وجود آمده را روشن می‌سازد و منحرفین را رسوا می‌کنه. و اما آثار این عزاداری که خود بحثی مفصل می‌طلبد که ان شاء الله در رابطه با آن هم باید جداگانه بحث کرد، ولی اشارتاً وقتی که مطلوب شد، محبوب خدا شد کسی که عزادار سید الشهدا باشد، وقتی که به تعبیر گنجینه‌داران علم الهی ائمه اطهار علیهم صلوات الله، فبک للحسین، برای امام حسین گریه کنید، در این دستورات مصالح منافع است. اعتقاد ما آن است که اگر دستوری بدهند، در انجام دادن کاری در او مصلحت و منفعت، اگر نهی کردن در او مفسدت، در او پلیدی است. لذا خود اطاعت دستورات اهل بیت علیهم صلوات الله بهترین مدال است برای انسان، و اینکه مطلوب است و برای او خیرات و برکات است، هم در دنیا و هم در آخرت. چرا که با گریه برای امام حسین، اون هدفی را که خدا انسان را به خاطر او آفریده است که بندگی باشد، انسان در عزاداری سید الشهدا به او میرسد، میبیند امام حسین سلام الله علیه در رابطه با امر خدا این گونه استقامت کرده است، این گونه دفاع از دین جدش نموده است، و این را به ما می آموزد که بیایید به درگاه ما، بیایید و دستورات ما را عمل کنید، که هر چه سعادت هست در اطاعت و فرمانبرداری از دستورات الهی است. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی ما را بیش از پیش موفق به این امر عظیم و این امر بزرگ و این امری که در او شباهت است به بهترین عزیزان خدا، پیامبر و آل رسول الله صلی الله علیه و آله، ما را بر آن موفق تر بدارد، به امید روزی که همه در خدمت آقامون امام زمان باشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.